How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm... سخنرانی‌های خشم‌آلود فعالان محیط زیست در نشست اقلیمی فوق‌العاده. ترامپ هم نظرش را عوض کرد و به اجلاس رفت. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم که این نشست‌ها چه دردی را دوام می‌کند. در ادامه برنامه طرحی که باز خواهد شد در سازمان ملل و توضیح خواهیم داد تنها امنیتی نیست، اقتصادی و سایر مسائل هم هست. حسن روحانی با طرح صلح هرمز به آمریکا رفت. امانوئل مکرون در تلاش برای میانجیگری میان روحانی و ترامپ. از نظر او ایران از جهتی سرسخت است و از طرفی انعطاف پذیر. با میهمانان برنامه در این باره صحبت میکنیم. از عضو یک اندیشه‌کده طرفدار فشار حد اکثری علیه ایران میپرسیم که دونالد ترامپ بالاخره با ایران چه خواهد کرد. از یک فعال سیاسی نزدیک به دولت در ایران میپرسیم که روحانی در سازمان ملل به دنبال چیست. زمینگیر شدن غول مسافرتی بریتانیا بعد از نزدیک به 200 سال فعالیت. ورشکستگی شرکت توماس کوک 500,000 مسافر را سرگردان کرد و احتمالاً 22,000 نفر را بیکار میکند. و 4 روز تا پایان عمر دولت وحدت ملی افغانستان، عملکرد این ائتلاف جنجالی چگونه بود؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نشستی فوق‌العاده از رهبران جهان خواست تا برنامه‌های جدید و بلند پروازانه برای مقابله با تغییرات اقلیمی ارائه کنند. جلسه‌ای در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حضور رهبران 60 کشور جهان. قرار نبود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این نشست شرکت کند، کسی که چندان به پدیده گرم شدن زمین اعتقادی ندارد، ولی او بدون اطلاع قبلی در این همایش حاضر شد. غافلگیر کننده ولی نه چندان دور از انتظار از شخصیت دونالد ترامپ. بسیاری از دانشمندان هشدار دادند که نشانه‌ها و پیامدهای گرمایش زمین در حال شدت گرفتن است. یک فعال نوجوان محیط زیست هم با بغضی گرفته رهبران جهان را متهم کرد که رؤیای کودکی او را ویران کردند با بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی. ولی این نشست و این نشست‌ها چه دردی را دوا می‌کند؟ بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. اشک‌های خشم شناخته شده ترین فعال مبارزه با تغییرات اقلیمی گرتا تونبرگ در اعتراض به بی‌عملی مقام‌های کشورها اهل رو دربایسی نیست، حتی وقتی رهبران جهان در برابرش نشستند. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? عصبانیتی که دبیر کل سازمان ملل هم در آن شریک است. او تصویری ترسناک از پیامدهای بحران تغییرات اقلیمی به دست داد و گفت زمان بسیار تنگ است، اما هنوز دیر نشده. Look around. Seas are rising. به اطراف نگاه کنید. دریاها بالا می آیند و آب اقیانوس ها اسیدی می شوند. یخچال های طبیعی آب می شوند و صخره های مرجانی رنگ می بازند. خشکسالی دامن می گسترد و آتش به جنگل ها افتاده. بیابان ها گسترده تر می شوند و دسترسی به آب روز به روز محدودتر. امواج گرما می سوزاند و فجایع طبیعی ویرانگرتر می شود. طوفان ها همه جا شدیدتر می شوند و مکررتر و ویرانگرتر. در این نشست فقط رهبرانی اجازه داشتند صحبت کنند که برنامه دقیق برای رسیدن به کاهش 45% درصدی گازهای گلخانه‌ای تا
تا سال 2030 ارائه دهند. دانشمندان میگویند گازهای گلخانه‌ای به ویژه دیوکسید کربن سبب بالا رفتن حرارت زمین و تغییرات اقلیمی شده است. رهبران هند، آلمان و چین از جمله معدود سرانی بودند که با قول به عمل آمدند. آمریکایی‌ها اما صحبت نکردند، ولی آقای ترامپ به صورت غیر منتظره در جلسه حاضر شد. شاید نشانی که حتی دولت او با وجود اختلاف با جامعه جهانی در مورد این موضوع متوجه عمق بحران است. رئیس جمهوری برزیل هم به خاطر آتش‌سوزی‌های آمازون با یک شکایت بی‌سابقه به دادگاه بین‌المللی جنایی روبرو شده است. اتحاد بومیان در سراسر جهان این شکایت را طرح خواهند کرد، چون معتقدند رهبر برزیل مرتکب جنایت علیه طبیعت شده است. صدای اعتراض رهبران فردا در سازمان ملل. جوانانی که منتظر آینده نماندند و همکنون مدیریت تجمع‌های میلیونی علیه سیاست‌های دولت‌ها را به عهده گرفته‌اند. بهمن کلبوسی، بی بی سی، مقر سازمان ملل، نیویورک. بهمن از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همچنان با ماست. بهمن، گریه‌ها و شماتت‌های این فعال جوان زیست‌محیطی تا چه اندازه تونست فضا را تحت تأثیر خودش قرار بده؟ سازمان ملل در تاریخش سخنرانی‌های تاثیرگذار زیاد دیده و قطعاً این یکی از اونها بود. در مقایسه حتی با رهبران کشورها شاید تاثیرگذارتر، به خاطر اینکه منافع سیاسی درش نبود و صدای یک جوانی شنیده میشد که میگفت آینده من و آینده هم نسلان من به خطر افتاده به خاطر بی‌عملی شما، به خاطر سیاست‌های شما. در نتیجه با اون احساسی که او این سخنرانی ارائه داد، هم سالن مشخصاً بهش واکنش مثبت داشت، هم بیرون از سالن هزاران نفر، میلیون نفری که این رو میبینند و خواهند دید. سوال اصلی این است که چقدر در سیاست‌های رهبران تأثیر خواهد گذاشت. میدونیم که بسیاری از رهبران اینجا غایب بودند، بیش نزدیک 66 کشور بودند که گفتند تعهداتشون رو عمل خواهند کرد یا بیشتر عمل خواهند کرد. اونهایی که صحبت کردن در میانشون هند، رئیس جمهور هند تا حدودی گفت که یه گام به پیش خواهند گذاشت و بدون صحبت کردن از زغال سنگ، البته گفت دیگره سوخت‌های فسیلی رو سعی می‌کنند جایگزین بکنند. رهبر آلمان صحبت از این کرد که بیشتر از 45% کاهش گازهای گلخانه‌ای، هدفش 55% کاهش است تا سال 2030. و چین هم گفت که ما سعی می‌کنیم که برسیم به اهداف توافق پاریس، که اون هم البته بسیاری میگن کافی نیست، ولی با همه اینها این کشور اول و کشور سوم اینجا، یعنی چین و هند، حضور داشتن، یک تعهد دادن و آمریکا فعلا هیچ تعهدی نداده و میدونیم که سخنرانی هم نکرد. ولی به هر حال به نظر میاد که یه مقداری متفاوت از سخنرانی‌ها و نشست‌های گذشته است، به خاطر همین که در پی 3-4 روز تظاهرات میلیونی در سراسر دنیا و این صدای جوانانی که دیگه بیرون سازمان ملل نیستن بلکه آمدن داخل و دارن به رهبران میگن که این آخرین فرصت هاست. خود دبیرکل هم تو که در گزارش دیدیم خیلی هشدارهای تندی داد در مورد تبعات و وضعیتی که همین الان درش هستیم. در مورد آینده 10 سال و 20 سال صحبت نمی‌کنیم، وضعیت فعلی بسیار بغرنج و بدتر هم خواهد شد. به همین جهت باید البته دید و صبر کرد که در عمل چه خواهد شد. به تفاوتش همین است که یه مقداری تاثیرگذارتر بود حداقل در سخنرانی‌ها. چطور آقای ترامپ نظر خودش رو عوض کرد؟ آیا باز هم او به دنبال جلب توجه بود؟ یه مقداری تعبیرها متفاوته. بعضی میگویند رفته بود اونجا برای احترام به سخنرانی رئیس جمهور هند. میدونیم که دیروز این دو نفر با هم در یک جمعی در ایالت تگزاس بودن از طرفداران آقای موبی. در نتیجه رئیس جمهور هند شاید این بوده، ولی بعضی دیگه هم میگفتن که خب توجه که همه توجه ها به این نشست بود، آقای ترامپ هم میخواسته حضور داشته باشه. ولی اینکه آیا این به معنای ترجمه به این است که سیاست آقای ترامپ در برابر تغییرات اقلیمی تفاوت خواهد کرد، فعلا نشانی از اون وجود نداره. حتی آقای بلومبرگ که شهردار سابق نیویورک و یکی از فعالان مبارزه با تغییرات اقلیمی است، یک میزگردی داشت همون وقتی که آقای ترامپ نشست بعد از سخنرانی رئیس جمهور هند و در حالی که آقای ترامپ بود جلوش بود، گفت امیدوارم حضور شما به این معنا باشه که سیاستاتون رو تغییر بدید. همه واکنش نشون دادن یه خنده‌ای، ولی آقای ترامپ سکوت کرد. به همین جهت نمیشه روی حضور او خیلی حساب باز کرد، ولی شاید نشانی باشه که اونها هم متوجه هستن که همه نگاه‌ها تمرکزش بر این نشست بوده امروز و مسئله تغییرات اقلیمی از اولویت‌های این دور مجمع عمومی سازمان ملل هست.
ممنونم از همکارم بهمن کلباسی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. هوا هم اتفاقا اونجا خیلی خوب به نظر میاد. و اما این نشست در مورد مبارزه با تغییرات اقلیمی، همونطور که اشاره شد که سالهاست درباره اون هشدار میدن. همکارم سیاوش اردلان اینجاست، موضوع رو ضمن اینکه دنبال کرده بسیار هم بر روی این موضوع تمرکز کرده. دانشمندان خیلی در مورد تغییرات اقلیمی هشدار دادن، ولی گرم شدن زمین، بالا رفتن دمای زمین چه ارتباط مشخص و مستقیمی میتونه داشته باشه با تغییرات اقلیمی؟ همه این دعواها جمال بر سر کربن هستش. ما چقدر کربن وارد جو زمین میکنیم؟ کربن چجوری تولید میشه و وارد هوا میشه؟ کربن به واسطه مصرف سوختهای فسیلی تولید میشه. سوخت فسیلی چیه؟ نفت، گاز و زغال سنگ. چرا بهشون میگن سوخت فسیلی؟ برای اینکه مثل فسیل زیر زمین قرار داره. وقتی ما کربن رو وارد هوا میکنیم به واسطه مصرف سوخت‌های فسیلی که در همه چی ما استفاده می‌کنیم، در حمل و نقلمون، در صنایعمون، اصلا انقلاب صنعتی با سوخت فسیلی به راه افتاد. وقتی کربن رو شما وارد جو زمین می‌کنید بهش میگن گاز گلخانه‌ای. چرا؟ برای اینکه این کربن باعث میشه که نور خورشید محبوس بشه، گرماش در جو زمین، و این میانگین حرارت رو ببره بالا. برای همین بهش میگن گاز گلخانه‌ای. مثل یک فری که شما هر چقدر این رو بالا بکشین با ورود بیشتر کربن به جو زمین، حرارت داخلش رو هم بالاتر و بالاتر برد. این تصاعد دی اکسید کربن به جو زمین خب یکی از دلایل اصلی عنوان میشه، ولی واقعا از کجا بدونیم که همین بالا رفتن میزان کربن ارتباط مستقیم داره به بالا رفتن حرارت زمین؟ بعضی هم اینو قبول ندارن، مثلا آقای ترامپ اینو قبول نداره. بله، اونا اصلا میگن که دیوکسید کربن اصلا هیچ ربطی به گرمایش زمین نداره و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی طی میلیون ها سال بوده. ولی دانشمندان کاری که کردن، اول میزان غلظت دیوکسید کربن رو در هوا میسنجند و بعد میزان مصرف سوخت های فسیلی رو میسنجند و بعد میانگین حرارت زمین رو میسنجند و بین همه اینها رابطه علت و معلولی برقرار هستش. ببینید، طبق اون چه که دانشمندان سنجش کردن، از سال 1960 تا الان، یعنی طی 60 سال گذشته، غلظت دیوکسید کربن ما ببین به چه مقدار بالا رفته. واحد سنجش اونجا پی پی ام هست، یعنی از 300 پی پی ام الان رسیدیم به چقدر؟ به 420 پی پی ام، و این در مدت همین 60 سالی بود که اشاره کردی، یعنی همینطور از 960، 70، 80، 90 با یک شیب تقریبا ملایم و یک نواخ بالا رفته. حالا همین شیب رو مقایسه بکن با میزان سوخت‌های فسیلی که ما به واسطه مصرف نفت و گاز و زغال سنگ و تولید دیوکسید کربن وارد جو زمین کردیم. تقریبا مطابقت می‌کنه، یعنی از 1960 با 2010 که مقایسه می‌کنیم، حالا 2019 که الان ما هستیم، شیب همون شیبه و شکل و شمایل هم تقریبا همون طوریه. حالا شما یک نمودار فقط می‌بینید، ولی اون اعدادی رو که به صورت عمودی می‌بینین بر واحد 1000 میلیارد تون هست. یعنی ما سال 1960 5000 میلیارد تن دیوکسید کربن وارد جو زمین می‌کردیم. الان ببینید که ما در سال 2019 هستیم، این مقدار به 37000 میلیارد تن دیوکسید کربنی رسیده که هر سال ما وارد جو زمین می‌کنیم و این بیشتر و بیشتر داره میشه. یک سوالی که خیلی پرسیده میشه اینه که خیلی خب، حالا دما ممکنه بالا و پایین بره، در مقاطعی در گذشته هم میگن که شاید رفته، ما نمیدونیم، ثبت نشده باشه، ولی چقدر این میتونه خطرناک تلقی بشه؟ ببین، همین میزان دیوکسید کربنی که وارد جو زمین شده باعث شده که میانگین حرارت زمین الان در طی 1500 سال گذشته ناگهان بعد از سال 2000 جهش بکنه. میانگین حرارت زمین رو بر یک مبنای میسنجن، مبنای اون رو زمان انقلاب صنعتی قرار میدن که اون صفر هستش، و بعد ما ببینیم سال 1960 تقریبا همون هول و هوش زمان انقلاب صنعتی میانگین حرارت زمین رو داشتیم، ولی بعد از سال 2000 ناگهان یک جهش میکنه و میره به طرف 1.2. الان در 1.2 درجه سانتیگراد هستیم. بسیار بیشتر از این نیم درجه است که اینجا. بله، اینجا فقط تا سال 2000 رو نشون میده. سازمان ملل داره میگه اگر ما از اون آستانه 2 درجه عبور بکنیم، 2 درجه رو پیش بینی کردن با ادامه روند فعلی،
در سال 2030 بهش خواهیم رسید. دوست. مثل یه چراغ میمونه که شما هم میبینید خاموش روشن میشه، اتصالی کرده، ولی در یک نقطه یه دفعه فیوز میپره و از اون دو درجه بگذنیم به یه آستانه‌ای میرسیم که دیگه فعل و انفعالات طبیعت غیر قابل پیش بینی میشه. خیلی خیلی وقتمون کمه. بعضی از کشورها سهم زیادی دارن، بعضی از کشورها هم سهم چندانی ندارن. چه ارزیابی از این منظر میشه کرد؟ ببینید نگاه بکنیم به 10 آینده اول دنیا، یعنی کشورهایی که بیشتر از همه دی اکسید کربن وارد جو زمین میکنن. چین رو در رتبه اول داریم. نزدیک به 30% کل گازهای گلخانه دنیا از طرف چین وارد جو زمین میشه که بیشترش ناشی از مصرف زغال سنگ سوختی که باهاش انقلاب صنعتی به راه افتاد، ولی همچنان داره مصرف و استفاده میشه. و در مقام دوم با فاصله زیاد آمریکا هستش که 15% و بعد هند. قول اقتصادی که طی سالهای آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد، ولی فعلا سهمش حدود 7%. و بعد شما می‌بینید در رتبه‌های بعدی عربستان، ایران و آلمان با اینکه اقتصادهاشون متفاوت هستش، ولی همه‌شون حول و حوش 2% سهم دارن در تولید گازهای گلخانه‌ای. خیلی فرق می‌کنه این 1.8 که مربوط به ایرانه با 27.2% که مربوط به چینه. کاملاً هست. بعد شما اقتصاد آلمان رو با اقتصاد ایران مقایسه بکنید، چرا هر دوشون یه اندازه گاز گلخانه‌ای تولید می‌کنن؟ این نشون میده که فقط سوخت فسیلی نیستش، بلکه تکنولوژی هایی که استخراج سوخت فسیلی رو پاکتر کنه. بسیار ممنونم از سیاوش اردلان. باید اشاره بکنم که خیلی از رهبران مذهبی، شخصیت های متعدد هم دربارش صحبت کردند، از جمله پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان. sin embargo pasados 4 años de aquel acuerdo histórico با وجود اینکه وضعیت خوب نیست و کره زمین در رنج است، هنوز فرصت باقی است. با صداقت، مسئولیت و شجاعت می توانیم نوع جدیدی از پیشرفت را شکل دهیم که انسانی تر باشد و اقتصاد را در خدمت انسان قرار دهد. پاپ فرانسیس بود، رهبر کاتولیک های جهان. علی خادم الحسینی، فعال محیط زیست از نورنبرگ آلمان با ما. آقای خادم الحسینی، این تلاش هایی که داره صورت میگیره عمدتا هم از طرف افراد جوانی مثل شما که تبدیل به یک جنبش جهانی هم از جهاتی شده، تا حالا چه نتیجه ای داشته؟ نتیجه که داشته اینه که ما تا اونجا که تونستیم سعی کردیم فشار وارد بکنیم. الان خانم مرکل حدود 6 ماه 7 ماه پیش واقعا برنامه واسه اقلیم نداشت. الان یه برنامه سوری درست کردن و توی سازمان ملل ارائه دادن. دانشمندا داخل آلمان میگن که باید 180 یورو به ازای هر تن CO2 به ازای هر تن کربن دیوکسید مالیات پرداخت بشه، ولی خب دولت آلمان 10 یورو رو برای این در نظر گرفته که در واقع به ازای هر سنت از بنزین حدود بین 3 تا 10 سنت میشه که در واقع هیچ فشاری وارد نمیکنه. خب متاسفانه میشه گفتش که ما تا اونجا که میتونیم فشار وارد بکنیم، ولی خب فشار مثل اینکه به کسایی که با پول لابی زندگی میکنن وارد نمیشه. بسیار خوب. حالا چطور شده که جوانترها وارد میدان شدن؟ ما مشکلات متعددی در دنیا داریم، ولی وقتی که معترضان و یا فعالان رو نگاه میکنیم که برای رسیدن به یک هدفی تلاش میکنن، میانگین سنیشون بالاتر از اینی هست که در میان فعالان محیط زیست دیده میشه. چی شده که جوانها بیشتر، جوانترها و حتی نوجوانها جذب این پدیده شدند؟ بذار من یه آماری بدم از داخل خود سازمان، حتی سازمان هم نیست، یه grassroot movement. کسایی که برنامه ریزی میکنن سنشون بین 12 تا 18 ساله عمدتا، و خب واقعا جالبه که بچه ها تو این سن برنامه ریزی میکنن واسه همچین تظاهراتی که جمعه گذشته بیشتر از 4 میلیون نفر تو شرکت داشتن. دلیل این که جوان ها توی این قضیه شرکت دارن اینه که کسی دیگه اهمیت نمیده. در واقع ما این که اهمیت میدیم دلیلش اینه که خب ما توی مدرسه، توی دانشگاه باش خیلی بیشتر درگیری داریم و خب کلا نسل ما، نسل بچه های ما هستن که متاسفانه سختی هایی که نسل قبل تر از ما دوچارش این باعثش شده و تحمل بکنم. وقتی اونا نیستن، اون زمانی که ما این سختی‌ها رو می‌بینیم
یکم دلیلش مشخص میشه که چرا درست. نسل ما اهمیت میده. در آلمان البته خب خیلی این موضوع در مقایسه با خیلی از جاهای دنیا جدیتر گرفته میشه. حزب سبزها بسیار قدرتمنده، تبلیغات وسیع میشه، برنامه های متعددی هست. چقدر دانشگاه که شما اشاره کردید، مدرسه و همینطور رسانه ها اینجا اهمیت دارند و خصوصا باعث میشه که نسل جوان رو وارد میدان بکنند؟ دانش آموزا داخل آلمان اجازه اعتصاب ندارن ولی دانشجو دارن و خیلی هستن که حتی تهدید به اخراج از مدرسه شدن ولی خب جدی نگرفتن به خاطر اینکه میدونن که این تظاهرات بخشن خیلی مهمتر از اون درسی که داخل مدرسه دادن شد، چون درس هم بعدا میشه دوباره یاد گرفت و پاس کرد. دلیل اینکه تو آلمان بهش اهمیت بیشتر داده میشه اینه که ما توی آلمان اکثرا از زغال سنگ برای گرم کردن خونه‌ها و نیروگاه‌ها استفاده میکنیم و حزب سرکار، حزب محافظه‌کار مسیحی از جلوگیری کرده از انرژی‌های نو. توربین‌های بادی رو از سال 2015 تا حالا اگه اشتباه نکنم ممنوع کردن و خب خیلی بده وقتی که ما توی یه شرایط بحرانی اقلیمی هستیم و همینا به نظرتون میاد که باعث شد جوانترها بیشتر احساس خطر بکنن. ممنونم از علی خادم الحسینی، فعال جوان محیط زیست از نورنبرگ آلمان با ما. و اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در راه آمریکاست. رئیس جمهوری فرانسه گفته تلاش میکنه در این سفر آقای روحانی و دونالد ترامپ در کنار این نشست با هم دیداری داشته باشند. پیش از سفر به آمریکا آقای روحانی گفت طرحی برای تامین امنیت منطقه با همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس داره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که حالا در نیویورک گفته اگر آمریکا تحریم ها رو لغو کنه حسن روحانی ممکن است بتواند با دونالد ترامپ دیدار کند. این در حالی است که تنش در منطقه خلیج فارس ادامه دارد و همچنان ایران متهم ردیف اول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. اما نگاه ها دست کم فعلا به نیویورک خیره شده. ژیار گل گزارش می‌دهد. کمپین دیپلماتیک مقامات ایرانی در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. یکی از مخاطبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. پیش از ترک تهران به سوی نیویورک برای شرکت در این نشست، رئیس جمهوری ایران از طرح ابتکار صلح هرمز برای صلحی بلند مدت خبر داد. ما در این اجلاس طرح ما برای امنیت منطقه یک همکاری دست جمعی درون منطقه خلیج فارس هست. ما می‌خواهیم همه کشورهای منطقه با هم، تنها امنیتی نیست، اقتصادی و سایر مسائل هم هست، اما خب در رأسش مسائل امنیتی است. اسمش ابتکار صلح هرمزه. محمد جواد ظریف که در نیویورک به سر میبرد در توضیح طرح پیشنهادی رئیس جمهوری ایران گفته کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هم میتوانند در این طرح شرکت داشته باشند، از جمله آمریکا. حسن روحانی در حالی می‌خواهد پیشنهاد همکاری امنیتی به کشورهای منطقه در سازمان ملل بدهد که ایران متهم به دست داشتن در حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی شده است. نخست وزیر بریتانیا هم گفته به احتمال زیاد ایران مسئول حملات به عربستان سعودی بوده است، اما همزمان از ضرورت گفتگو برای رسیدن به توافقی تازه با ایران سخن گفت. باید پرسید چگونه به نقش ایران در انهدام تأسیسات نفتی عربستان سعودی عکس‌العمل نشان داد. بعضی خواهان برخورد شدیدند، دیگران به عواقب این گزینه واقف هستند. بریتانیا می‌خواهد همه را دور هم جمع کند، از تنش‌ها بکاهد و راه حلی برای منطقه خلیج پیدا کند. وزیر خارجه آمریکا هم بار دیگر ایران را مسئول مستقیم حمله به عربستان سعودی معرفی کرد. هیچ فرد منطقی در این شک نمی‌کند که دقیقاً کی پشت این حملات بود. سازمان‌های اطلاعاتی این را تایید می‌کنند که به احتمال بسیار زیاد ایران بود. تصاویر نشان دادند که حملات از شمال از طرف ایران بود.
برخلاف وزیر خارجه آمریکا دونالد ترامپ هنوز حمله مستقیم از ایران به عربستان را تایید نکرده است. وزیر خارجه ایران از طریق رسانه‌های این کشور به رئیس جمهوری آمریکا پیام داده. آقای ظریف به شبکه تلویزیونی CNN گفته حسن روحانی حاضر است با دونالد ترامپ در نیویورک دیدار کند، اما برای این دیدار شروط و پیشنهادهایی مطرح کرده. لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در عوض ایران هم اجازه نظارت دائم بر برنامه هسته‌ایش را می‌دهد. دونالد ترامپ امروز در مقر سازمان ملل متحد. او در جواب خبرنگاری که آیا با حسن روحانی دیداری خواهد داشت گفت باید منتظر ماند و دید، راهی طولانی در پیش است. رئیس جمهوری فرانسه گفته تلاش می‌کند حسن روحانی و دونالد ترامپ در کنار این نشست در نیویورک با هم دیدار کنند. دیداری غیر رسمی با دونالد ترامپ داشتم. با آقای روحانی هم امشب دیداری دادم و فردا دوباره با آقای ترامپ. دیروز نیروهای مسلح ایران در سراسر این کشور قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشتند. رهبران این کشور در حالی طرح امنیتی در خلیج فارس با همکاری کشورهای منطقه ارائه می‌دهند که بسیاری از این کشورها به شدت نگران برنامه‌های نظامی ایران هستند. ژیورگول، بی بی سی. گفتگوی داریم با برادلی بامن، مدیر بنیاد FDD، بنیاد دفاع از دموکراسی، از واشنگتن دی سی با ما. این نهاد از فعالترین مراکز برای اعمال فشار حداکثری علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در پایتخت آمریکاست. بعد از آقای بامن میپرسم که فشار حداکثری آمریکا آیا نتیجه عکس نداده؟ هدف سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، چه شما موافق ترک برجام باشید چه ترک برجام نباشید، این هستش که ایران رو بازگردونی به میز مذاکره تا بتونیم یک توافق بهتر و پایدارتری رو با ایران منعقد بکنیم. خیلی ها در آمریکا از جمله خودم معتقد هستیم که برجام ناقص بود، یک سیستم بازرسی بسیار ضعیف داشت و دوره‌ای که بعد از اون دوره منقضی میشد و یه سری ضابطه ها و محدودیت ها روی ایران برداشته میشد، مدت بسیار کوتاهی بود، به بحث تروریسم ایران نمی پرداخت و آستانه مطالبات رو از برنامه موشکی ایران پایین می آورد. این نواقص بود که باعث شده دولت ترامپ معتقد بشه که یک توافق بهتر لازم هستش و هدف سیاست فشار حداکثری هم رسیدن به چنین توافق بهتری هست. در هر صورت ایران و آمریکا در مقطعی مذاکره کردن، نتیجهش برجام بود، ولی حالا اینطور به نظر میاد دست کم در رسانه‌های جهانی که دولت آمریکا بسیار درمانده و دست پاچه، به شدت به دنبال اینه که با ایران مذاکره بکنه، از هر دری هم وارد میشه و ایران قبول نمی‌کنه. It's an interesting narrative, isn't it? یک روایت بسیار جالبی هستش. همیشه کاریکاتور ایالات متحده این هستش که آمریکا بلافاصله میخواد وارد جنگ بشه، از قدرت نظامیش استفاده بکنه. ولی الان سیاست فشار حداکثری آمریکا اساساً فشار اقتصادی بوده و واکنش حکومت ایران هم با خشونت بوده. شما تا ماه‌های گذشته نگاه بکنید به تمام کارهایی که ایران و نیروهای پشتیبان ایران انجام دادن، ساقط کردن پهپاد، حمله به تأسیسات نفتی عربستان، می‌بینیم که این کار سوئیسی‌ها نبود، کار ایرانی‌ها بود. این ادعای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که ایران نبود پشت حمله به تأسیسات نفتی عربستان واقعا جای خنده داره. بنابراین سوالی که الان باید متحدان اروپایی و آمریکا که در نیویورک جمع شدن از خودشون بپرسن این هستش که بیاین این الان اختلافاتمون رو بر سر برجام کنار بذاریم و از خودمون بپرسیم آیا ما حاضریم در دنیای زندگی بکنیم که کشوری مثل ایران و یا نیروهای تحت حمایتش بتونن با پهپاد یا موشک‌های کیروز ورای مرزهای خودشون حمله بکنن به تأسیسات سوخت جهان؟ آیا وارد کنندگان انرژی در اروپا خوشحال هستن با این قضیه؟ نه، خوشحال نیستن. پس چیکار باید بکنیم؟ اگه ما به ایران این حس رو بدیم که میتونن بین آمریکا و متحدان ما در اروپا شکاف ایجاد کنن، اونا به کارشون ادامه میدن. ولی اگه ما بتونیم هول و هوش یک سری منافع مشترک گرد هم بیاییم، مثلا حمله نکنین به یک کشور دیگه، حمله نکنین به تأسیسات سوخت جهان، اون موقع ایران
ایرانی ها خواهند فهمید که وقتشه به میز مذاکره برگردن. در حال حاضر میبینیم که چه حد ایران حاضره به هر دری بزنه ولی مذاکره نکنه. آقای بومن، بعضیا در ایران میگن که اگر تاسیسات نفتی عربستان منابع سوخت جهان هست، تاسیسات نفتی ایران هم منابع سوخت جهانه. چطور آمریکا با یک حرکت، با تحریم در حقیقت، در روز 2,500,000 بشکه از نفت ایران رو از رده خارج کرده؟ میگه که این خوبه، ولی وقتی که نفت عربستان از رده خارج شده میگن که به تأسیسات انرژی جهانی حمله شده. برای اینکه ایران یکی از کشورهای اصلی حامی تروریسم هست، از حماس دفاع میکنه، از حزب الله لبنان حمایت میکنه و هدفشون کشتن بیگناهان در ایران هست، به جای اینکه زیرساخت‌ها رو درست بکنن. مردم ایران شایسته خیلی بهتر از این هستن. طی 4 سال گذشته جهان قربانی این حکومت افراطی شده و مردم ایران شایسته وضعیت بهتری هستن. این بس که ایران یه حکومت طبیعی، دولت طبیعی نیست. ایالات متحده احترام زیادی برای مردم ایران قائله، ولی دیگه به سطوح اومدیم از حکومتی که به جای کمک به مردمش داره تروریسم صادر میکنه. آقای برادلی، خیلی کوتاه لطفاً البته باید اضافه بکنم که ایران قبول نداره که به گناهان رو میکشه یا دولتی تروریستی هسته، ولی خیلی کوتاه. بعضی میگن که حمایت لازم از عربستان سعودی از طرف آمریکا نشد. آیا این نمیتونه پیام ناامید کننده ای برای متحدان آمریکا در منطقه باشه؟ دقیقا متوجه سوال شما نشدم. اگه سوال شما این هست که چجوری این حمله انجام شد، این حمله فقط به عربستان نبود، حمله بود به تمام بازارهای انرژی جهان که هدف همه ما حفاظت از اونها هستش. اروپایی هم همین هدف رو دارن. این هدف هدفی بود که توسط موشک‌های کروز مورد اصابت قرار گرفت. خیلی از پهبادها با ارتفاع پایین حرکت میکنن و خیلی از آنها میتونیم این بحث فنی داشته باشیم که جوری حمله اتفاق افتاد، ولی روز جمعه بود که وزیر دفاع آمریکا در کنار فرمانده کل نیروهای مسلح گفتن که نیروهای کمکی رو به عربستان خواهند فرستاد. و سوال من در حقیقت این بود که تصور میشه که عربستان سعودی حمایت کافی از طرف آمریکا صورت نگرفته. مثلا رئیس جمهوری آمریکا گفت که صبر میکنه، در مورد ایران عجله نمیکنه. کشورهای متحد آمریکا چه برداشتی، چه خانشی از این موضع آمریکا خواهند کرد؟ چه پیامی رو دریافت خواهند کرد؟ آیا فکر نمیکنن که آمریکا پشت اونها رو خالی خواهد کرد؟ خیلی خوب فهمیدم، متشکرم. مرسی که سوالتون رو دوباره گفتید. من فکر کنم خیشتنداری و حکمت لازم هستش در شرایط فعلی. فکت‌ها ببینیم چی هستش، گزینه‌هامون رو بررسی کنیم. و در این حال فکر کنم ضعف هم خوب نیست. من شخصا اگه قبل به آقای ترامپ مشورت بدم، بهش میگفتم که یک واکنش قوی‌تری رو از خودش نشون بده. من معتقد هستم که اگه ما محکم و سرسختانه به تجاوزگری ایران واکنش نشیم، تجاوزگری بیشتری رو شایع خواهیم بود. من فکر کنم تحریم بانک مرکزی ایران که نقش خیلی مهمی در تامین مالی نیروهای قدس و تروریسم خارج از کشور بود، بله یک گام بسیار ملموس و محکمی هستش، ولی نگرانم که گام به اندازه کافی نخواهد بود که بتونه نسبت به ایران بازدارندگی ایجاد بکنه تا اجازه نده که این رژیم بتونه به کاراش ادامه بده، حمله بکنه به تأسیسات انرژی در جهان. ایران باید بدونه که ورای تحریم واکنش های بیشتری خواهد بود. ما در این حال نمیخوایم جنگ با ایران داشته باشیم، هیچ که نمیخواد جنگ داشته باشه، ولی ملایمت با ایران فکر کنم باعث میشه اصلا ما به جنگ برسیم و کسی نمیخواد هم چیزی اتفاق بیفته. در هر صورت به نظر میاد که آقای مکرون تلاش میکنه که آقای روحانی و ترامپ همدیگر رو ملاقات بکنند. اگر ایران حاضر به مذاکره نشه چیکار میخواهید بکنید؟
فکر کنم به نفع مردم ایران و مردم آمریکا این هست که ما بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم. همونطور که همون اول به شما گفتم، هدف سیاست فشار یکدستی همین هستش. ما امیدوار هستیم که ایران دست به خشونت بیشتر طریق نیروهای تحت حمایتش نزنه، موشک‌های کروز از مرزهای شلیک نکنه. نمیخوام راجع به آینده پیش بینی بکنم، ولی من این رو میدونم که قدرت آمریکا از طریق همکاری با متحدانش میاد. ما دنبال جنگ نیستیم و میخوایم مانع تجاوزگری بیشتر بشیم و امیدوار هستیم که حکومت ایران به میز مذاکره برمیگرده تا بتونیم به یک توافقی برسیم، توافقی که اون نواقص توافق قبلی برجام رو نداشته باشه. بسیار ممنونم از برادلی باومن، مدیر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها FDD از واشنگتن دی سی با ما. سعی کردیم که با ابراهیم اسقرزاده فعال سیاسی اصلاح طلب هم صحبت بکنیم، تا به دلیل مشکلات فنی ارتباط ما با آقای اسقرزاده وصل نشد و ارتباط ما با آقای اسقرزاده از دست رفت، نتونستیم با ایشون صحبت بکنیم. و ما خبرهای دیگر از ایران. محمد رضا نقدی معاون سپاه پاسداران گفته که اخیراً بهزاد نبوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اظهاراتی کرده که این اظهارات هجویات توصیف شده. بهزاد نبوی اخیراً در مصاحبه گفته بود در دفتر محمد رضا نقدی دو جاسوس اسرائیلی شناسایی شدند که در زندان با بعضی از زندانیان سیاسی همبند بودند و یکی از آنها اعدام شد. معاون سپاه پاسداران گفته بهزاد نبوی باید به زودی به دادگاه برود و پاسخگوی اتهامات به گفته او به خود و کذبی که وارد کرده باشد. رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت ایران گفته دولت برای تأمین و تجهیزات ایمنی معدنکاران با کمبود بودجه روبروست. آقای رحمانی گفته که کارفرماهای معدن بالاترین نرخ تورم را تجربه می‌کنند، برای همین از هزینه‌های خود به ویژه در بخش ایمنی می‌کاهند. بر اساس آمار در ایران سالانه 10,000 کارگر به ویژه کارگران معدن دچار سوانح حین کار می‌شوند. عباس ملکی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و معاون پیشین علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق ایران گفته اشغال سفارت آمریکا توجیه نداشته. او در مصاحبه با روزنامه آرمان ملی گفته اشغال سفارت برای یک فرد عادی در آمریکا قابل قبول نبود، زیرا سفارت‌ها بخشی از سرزمین کشور دیگر محسوب می‌شوند. بعد از انتشار این خبر در سایت BBC فارسی این گفتگو که به طور کامل در خبرگزاری ایرنا منتشر شده بود از دسترس خارج شد. ایران شورای نگهبان بار دیگر به طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از آسیب دیدگان ناشی از آن ایراد گرفت. شورای نگهبان گفته این طرح با موازین شرع یا قانون اساسی مغایرت دارد. مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت کلیات این طرح را تصویب کرد و بعد در شهریور ماه تغییراتی در آن داد. بعد از چند مورد اسید پاشی در سال 1393 در اصفهان و تجمع‌های اعتراضی در اصفهان و تهران، به این اسید پاشی‌ها بحث تشدید مجازات اسید پاش ها مطرح شد. و همونطور که اشاره کردیم ابراهیم اسقرزاده فعال سیاسی اصلاح طلب، نماینده پیشین مجلس ایران و عضو پیشین شورای شهر تهران از تهران با ماست. آقای اسقرزاده، آقای ترامپ به دنبال چیه در سازمان ملل؟ ببخشید آقای روحانی باید سوال کنید. آقای روحانی ببخشید. آها آقای روحانی به نظر من الان با دست پر اومده سازمان ملل، به خاطر اینکه برخلاف نظر مهمان قبلی شما، من فکر میکنم که سیاست خارجی مبتنی بر فشار حداکثری آقای ترامپ در طول این زمان بعد از خروج تا حالا به نتیجه مثبت نرسیده. نمونش هم تغییراتی است که در به حساب مشاورین آقای ترامپ صورت گرفت، اتفاقاتی که توی منطقه افتاده و شوک مهمی که به خاطر حمله به تأسیسات نفتی آرامکو انجام شد. و خود شما سوالات خیلی خیلی مهمی رو پرسیدید که آقای برادلی به نظر من جواب نداد. و در هر صورت آقای برادلی الان اینجا نیستن. من تا سوال من اینه که آقای روحانی از دیدار با آقای ترامپ تفره میره، اجازه نداره. آقای مکرون تقریبا سرگردان هست بین آقای ترامپ و آقای روحانی. رفته اونجا چیکار در سازمان ملل متحد اگر قصد گفتگو و مذاکره نیست؟ چرا حالا گفتگو با مذاکره فرق داره آقای موسوی. یعنی به نظر من مذاکره، خب یه مقداری من هم باش مخالفم، ولی گفتگو کردن و ایجاد یه شرایطی که در حقیقت اون شرایط همونطور که مقامات ایرانی تصویر میکنن، یعنی
جایی که بشه بهش گفت برگشت ترامپ به میز مذاکره است. بالاخره ترامپ میز مذاکره رو زیرش زده و اگر او بپذیره که در چارچوب 4+1 برجام یا هر گفتگویی که در رابطه با برجام باشه این کار صورت بگیره، این موفقیتی برای آقای روحانی و تیم به حساب پراگماتیست دولت ایران هست. اونا الان من فکر میکنم دستشون پره و احتیاج به این داشتن که با یه ادبیات جدیدی بتونن حرفشون رو تو دنیا بزنن. ببینید بالاخره دولت ایران به لحاظ اخلاقی تو قضیه برجام، چه در رسیدن به برجام و چه در حفظ برجام و حتی الان هم که حالا قرار تعهدات خودش رو کاهش بده، به نظر میرسه دست بالا رو داره، به خاطر اینکه بالاخره داره به دنیا میگه که من اهل گفتگوام، صحبت از صلح میکنم. حالا بسیاری آقای اصغرزاده میگن که البته منتقدان آقای ترامپ برای اخلاقیات چندان ارزش قائل نیست، منتها اون چیزی که دست ایران رو میگیره چیه؟ بالاخره ایران تحت فشاره، فشار تحریم ها بیشتر و بیشتر هم میشه، همین نمونه تازه فشاری که وارد کردن تحریم دوباره بانک مرکزی، از آقای ظریف نقل شده که گفته بر فشارهای قبلی بسیار بیشتر از گذشته افزوده. برای این باید چیکار کرد؟ ببینید محاسبات استراتژیک آقای ترامپ به هم ریخته. یعنی باید قبول کنیم که او تصور میکرد با خروج از برجام فشار حداکثری و مسائل اقتصادی میتونه مردم ایران رو، به خصوص مردمی که گلایه دارن، ناراضی هستن، رو به خیابون‌ها بکشونه. اما این اتفاق نیفتاده و به نظر من چیزی که رخ داده اینه که برعکس نشون داده که فشار حداکثری شکست خورده، ایران در به لحاظ نظامی موقعیت ممتازتری پیدا کرده، حتی تندروها و اصولگراها تو ایران دست بالاتری رو پیدا. اینا نشانه های اینه که فشار حداکثری امریکا به نتیجه نرسیده. اون نکته هم که شما گفتید در مورد ترامپ، منم قبول دارم ترامپ اصلا توی امریکا، توی شخصیت های امریکا ترامپ متفاوته. ترامپ ابتدا فکر میشد مثل بوش باشه، بوش یه رسالت الهی و مسیحی برای خودش قائل بود، ترامپ اصلا این اعتقادا رو نداره. چیزی که براش مهمه اینه که بتونه مثلا یه امتیازی بگیره و بعد بگه که من با ایرانی‌ها تونستم مذاکره کنم. و اتفاقا همین نقطه خوبی است که ایران میتونه وارد بشه. من فکر میکنم گرفتن امتیاز از ترامپ برای آقای روحانی و ظریف ممکن هست. آقای ظریف و روحانی فرمودید. خب ما میدونیم آقای ظریف و روحانی در سیاست خارجی اختیار چندانی ندارند. آقای ظریف هم یک بار تا حد استعفا پیش رفت، معلومم شد که انتقادهایی داشت که برمیگشت به همین موضوع. اصلا نیروهای نزدیک به هسته مرکزی قدرت میپذیرن که حالا آقای روحانی و آقای ظریف هم برن مثلا گفتگویی هم بکنن، به توافقی هم برسن، این توافق به جایی هم برسه؟ کوتاه لطفا. حکومت ایران به ظاهر یک حکومت آرمانی است و اینها، در باطن جنبه‌های پراگماتیستی قوی داره. یادتون نره قطعنامه 598، همین اتفاقاتی که در مورد برجام رخ داد، ساعت‌ها برجام با آقای جانکری قدم زد و به رغم اینکه مثلا گفته می‌شد توی ایران مخالفت‌هایی است، برجام به تصویب رسید. نرمش قهرمانانه و همین بحثی که الان مطرحه، یعنی اینکه گفتگو میکنیم به شرط اینکه فلان، به شرط اینکه مثلا ترامپ برگرده به میز، این یعنی اینکه یک نوع عملگرایی در حکومت ایران. در حقیقت نوسانی است بین آرمانگرایی و مصلحت اندیشی. به نظر من اتفاقی که داره تو ایران میفته یه اتحاد نظر وجود داره. حالا شاید گاهی اوقات جلو و عقب بره، ولی آقای حسن روحانی و آقای ظریف به نظر من از تهران مأموریت دارن و دستشون هم پره و اگر آقای مکرون بتونه این بازی رو قوی جلو ببره، حالا خود آقای مکرون هم تقریبا نقش کیسینجر رو توی مذاکره با چین انجام میداد، اینجا اگر بتونه اون نقش رو خوب ایفا کنه و میانجیگری کنه و مذاکرات شروع بشه، مذاکره منظورم یعنی گفتگو کردن، و ایران بتونه دیگه که ترامپ پذیرفته قدرت ایران رو، این خیلی مهمه که ما از موضع قدرت صحبت کنیم. به نظر من همه مقامات ایران این رو قبول دارن که اگر از موضع قدرت پذیرفته بشه، طرف مقابل بپذیرن که ما از دست بالا رو داریم، حاضر به گفتگو هستن. نکته ای که بود تا حالا فکر میکردن مثلا این تصور وجود داشت که ایران به خاطر ضعفش هست، ولی اتفاقات اخیر به نظر من نشون میده که ایران موقعیتش توی منطقه
و برعکس شرایط تهدید و آسیب پذیری رقبای ایران کاملا نمایش داده شد. ممنونم از ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، نماینده پیشین مجلس ایران از تهران با ما. 4 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار میشه. در فضای از کشمکش‌های سیاسی و افزایش روزافزون ناامنی، رقابت بین 15 نامزده و از جمله محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی. با این انتخابات عمر دولت وحدت ملی تقریبا به پایان میرسه. دولتی که بر اساس یک توافق سیاسی و بعد از جنجال‌های انتخاباتی شدید بین همین دو نفر، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، شکل گرفت. این دو تا چه اندازه به تعهدات خود جامعه عمل پوشاندند؟ دستاوردها و ناکامی‌های دولت وحدت ملی در گزارشی از علی حسینی. انتخابات جنجالی 1393 در افغانستان، در جمهور رئیس، در آینده جمهور رئیس. این دو نامزد با وعده های زیاد بیشتر از 6 نامزد دیگر رأی گرفتند. وعده های امنیت و اقتصاد خوب. دقیقاً 5 سال و 2 روز از این امضا می گذرد. پس از تنش شدید انتخاباتی بین این دو نفر، دولت وحدت ملی تشکیل شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله. دولت وحدت ملی در این سالها آنطور که توافق شده بود نتوانست لوی جرگه تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست وزیری را عملی سازد، همانند بسیاری از وعده های دیگرش. 7 پروژه بندسازی دیگر نیز، گرچه دست حکومت چندان هم خالی نیست، از جمله اصلاح 4 چوب قانونی برای شکل گیری یک اقتصاد قانونی، تقویت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، مدیریت آب، حفظ ثبات نسبی اقتصاد، توسعه زیرساخت های شهری، اصلاحات در بخش قانون معادن، تثبیت جایگاه زمین در نظام اقتصادی و رشد تجارت و ترانزیت. هرچند هیچ کدام از آنچه که گفته شد آنچنان که باید عملی نشده. از دید بسیاری فهرست ناکامی‌های دولت وحدت ملی طولانی است. از جمله فقر و بیکاری و ناامنی بیشتر شده. بر اساس آمارهای موجود پس از 2014 کمک‌های توسعه‌ای تا 50% کاهش پیدا کرد و مصرف نظامیان خارجی در داخل مارکت افغانستان بین 70% تا 90% کاهش پیدا کرد. تا سال‌های 2012 و 2013 46% نفوس افغانستان زیر خط فقر بودند، ولی امروز این به 54% افزایش یافته. ما تا هنوز متأسفانه در داخل افغانستان نتونستیم یک استراتژی جامعی را در راستای توسعه اقتصادی خلق کنیم. آتش جنگ در 5 سال گذشته گرمتر از هر زمان دیگری است. 10,000 نفر کشته شدند. حدود 50,000 نظامی و زیادتر از 30,000 غیر نظامی. دولت اما میگوید با وجود خروج 10,000 نیروی خارجی، نبض امنیت را در دست دارد. حفظ و تحکیم جغرافیای سیاسی و تمامیت ارضی، ایجاد مرکز توحید برای هماهنگی نیروهای سگانه، تدوین و اجرای برنامه امنیتی 4 ساله، ارتقای نیروهای ویژه از فرقه به قل اردو لشکر، بازپسگیری شماری از ولسوالی‌ها از دست گروه طالبان و مبارزه با داعش را دولت جزو دستاوردهای کلانش می‌داند. با همه اینها اما اوضاع امنیتی وخیم‌تر و خونین‌تر از گذشته است. متاسفانه عدم هماهنگی لازم بین نهادهای امنیتی، هم از کشف و استخبارات، قوات‌های پلیس افغانستان که بیشتر مسئولیت‌های امنیتی شهرها و بیرون شهرها را دارند، با نیروهای مسلح، قوای مسلح به یا بخش ارتش افغانستان به شکل لازم شکل نگرفته. بخش دیگری هم ضعف مدیریت بوده که به عنوان اصلاحات کادرها را بسیار سریع تبدیل کردند. همزمان فساد که باش بارها گفته مبارزه شود، هنوز شما شکایت‌های سربازها را از عدم پرداخت معاشاتشان داشتین، کمبود تجهیزات داشتین، مهمات به وقت و زمان نرسیده. حکومتداری خوب از همان روزهای اول ورد زبان دولت بود. تهیه قوانین مورد نیاز برای مبارزه با فساد،
توسعه حکومتداری الکترونیک، ایجاد 8 شورای عالی، ظرفیت سازی نیروهای بشری، اصلاحات انتخاباتی و اصلاحات عدلی و قضایی. بخش عمده انرژی حکومت تا ظرف چند سال گذشته صرف این شد که خلاهای قانونی را و او نیازهای قانونی را که برای حکومتداری خوب مبارزه با فساد است اونا را تدوین بکنه، تصویب بکنه. عرصه دوم تلاش ای بوده که یک تعداد زیادی از ادارات که تداخل کاری داشتن و از طریق تداخل کاری منابع ضایع شده او موارد رفع بکنن. اقدامات از قبیل حسابده ساختن افراد است، محاکمه شان است، اقدامات متعدد در او عرصه صورت گرفت. در 5 سال گذشته دولت افغانستان همچنان در بین 3 کشور فاسد جهان بوده، جایگاهی که سالهاست حفظش کرده. رهبری سیاسی حکومت یک اراده ضعیف و در موارد فاقد اراده قوی برای مبارزه با فساد بودند. حکومت وحدت ملی در زمین حکومتداری محلی فاقد دیدگاه، اراده و در موارد ضد حکومتداری محلی بودند. و بزرگترین مشکلی که ما در بودجه ملی داریم بر اساس پژوهش‌های ما و مشارکت دولتداری مشارکت بین المللی بودجه 15% مردم نقش دارن، 85%ش معروض به مداخلات و آجنده‌های سیاسی است. دستاوردهای دولت وحدت ملی هر آن اندازه که زیاد باشد به علاوه ناکامی‌های آن سبب شده که بیشتر مردم در 5 سال گذشته شاهد تغییرات مثبت محسوسی در زندگیشان نباشند. حالا داستان از سر شروع شده. سران دولت وحدت ملی در تلاش هستند با وعده‌های زیاد توجه مردم را جلب کنند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. در ایران بیش از 14 میلیون دانش آموز سر کلاس درس رفتند. روز اول مهر برای دانش آموزان دهه‌های مختلف یادآور خاطرات متفاوتیه. مدرسه ها و نظام آموزشی ایران در 50 سال گذشته تغییرات زیادی کرده. فضای مدرسه های ایران در دوره تحت تاثیر انقلاب ایران بود و جنگ، ولی با مرور زمان این فضا رنگ باخت. امشب در گزارشی که همکارم کاوه مشکات تهیه کرده، مخاطبان ما از تجربه های خود از مدرسه در دهه های مختلف میگند. سال 1353 وارد دبستان شدم، دبستان الفات در خیابان جمالزاده جنوبی در تهران. کلاس های ما معمولا دختران و پسران مختلط بود تا کلاس چهارم که انقلاب شد. معمولا دو تا دختر توی یه نیمکت میشستن یه پسر و دو تا پسر یه دونه دختر، به خاطر اینکه شیطنت نکنن. بهمون یادمه که تغذیه رایگان میدادن. از دبستان روزای خوبی رو یادمه. معمولا روپوشمون آبی آسمانی بود، جورابمون رو باید سفید رنگ میپوشیدیم، موامون رو با روبان آبی میبستیم، شلوار نداشتیم ولی جوراب کوتاه استفاده میکردیم. 321 توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. اول مهر 1359 به کلاس اول دبستان در شهر تهران رفتم. شب قبلش 31 شهریور 1359 جنگ ایران و عراق شروع شد با حمله هوایی عراق به فرودگاه مهرآباد. اولین تجربه بمباران‌های جنگ ایران و عراق رو در اولین شب کلاس و مدرسه داشتیم. من سال 62 رفتم کلاس اول ابتدایی. خب اون موقع
بحث انقلاب و جنگ و مذهب و اینا توی سطح کشور ما خیلی داغ بودش، بهبوه این بحثا بود. خب این بحثا به مدرسه ها هم سرایت پیدا کرده بود. یه جمله از امام روی همه دیوار مدرسه ها نوشته شده بود: اگر درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید. ما اون موقع تو شهرستان خودمون یه بازرس مذهبی داشتیم که خیلی عقاید سفت و سخت مذهبی، چهره ریشدار و مذهبی داشت و همه مدرسه هم سر میزد. ایشون به همین جمله استناد میکرد، میگفتش که اگر حرام است در مدرسه بمانید پس درس نمیخونید، بیاید برید جبهه، حداقل از کشور دفاع بکنید، شهید بشید در راه خدا و اینجور بحثا. مثلا آدمی بودم که رفتم تو کلاس‌های تباشیح و قرآن و نماز جماعت می‌رفتم، ولی صحبت من در مورد پتانسیلیه که تو اون سنین وجود داره و به جایی که مدارس مجالی محلی برای پیدا کردن استعدادهای بچه‌ها تو اون سن و پرورشش باشن، متاسفانه به یه سمت سویی سوق پیدا می‌کنن که شاید هیچ اثری نداشته باشه. من در اواخر دهه 60 توی شرق غرب ما زندگی میکردیم و من همونجا مدرسه میرفتم. یه دختر دیگه بودش که این چند هفته دیرتر از شروع سال تحصیل اومد مدرسه و به خاطر اینکه خانوادهشون نقل مکان کرده بودن به شهرک غرب، از کجا؟ از شهرک دخانیات. خاطرم هستش که معلم اینو تحقیر میکرد و جلو بچه ها تو همه کلاس میگفتش که تو از جنوب شهر پاشدی اومدی اینجا و فکر کردی حالا آدم شدی. سال 70 بود که من توی روستا مدرسه میرفتم. مرتب با مقنعه که مشکی بود روی صورت ما رو چک میکردم، میدن که ما آرایش کردیم یا نکردیم. امروز مورخه 25/6/98 بچه‌مو آوردم اینجا مدرسه دبیرستان شهدای احمدآباد ثبت نام کنم. مدیر مدرسه به میگه 800 هزار تومان پول نقد پرداخت کن تا بچه‌ت ثبت نام کنم و در غیر این صورت پرداخت نمی‌کنم. آقا شاهدم، بخوای همینجا هستم. ایشون هم شاهد هست. دوست عزیز، منم الان رفتم پیش مدیر مدرسه جناب آقا. میگه آقا 800 هزار تومان اگه دارین ما بچه‌تون ثبت نام می‌کنیم، اگر ندارید آقا بچه‌تون رو بردارین از اینجا بریم. خدا حافظ. احساس خاصی ندارم. خاله خوشحال نیستی مگه؟ نه، ولی بعد از هر روز از 6 صبح بیدار شدم بریم مدرسه چه احساس خوشحالی داشته باشی؟ درس که خیلی خیلی خوبه. قرار هستش که ما در این قسمت دیگه حیات خوبه، اون خوبه، این خوبه. ممنونم از همراهی شما با برنامه 60 دقیقه و با سپاس از اینکه این برنامه رو تا آخر دیدید. عذرخواهی میکنیم که مجبور شدیم یکی از گزارش ها رو کنار بگذاریم به خاطر اینکه مشکل فنی پیش اومد و در زمان بندی برنامه جا نتونستیم بدیم این گزارش رو. شب و روز بر شما خوش.